سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال روزانه‌مون. با هم ببینیم در پنجشنبه 8 اردیبهشت چه انرژیایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خیلی خوش آمدین و صفا آوردین، و همچنین شما دوست عزیزی که هستین با من و با کامنت ها، با لایک ها، با ایمیلاتون به من دلگرمی میدین. دوستان قدرشناسی من رو بپذیرین. عزیزان دل، میریم ببینیم در فالمون چه خبر است. ولی باور کنین که هر روز وقتی که من میام برای شما این فالو ضبط کنم، یکی از بهترین لحظات این روز هست و گل از گلم میشکفه. این روزا من بیشتر دورکاری دارم و اینکه سعی میکنم فالهای بیشتری رو برای شما بذارم، همونجور که متوجه شدین. پس ازتون خواهش میکنم که از این فالها استقبال کنین. دوستان بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی هامون. اولین کارت ها کارت های آرکان های ماژور، ببینیم چه کارتی با همون همراهی میکنه. دوستان لجبازی در نیارن، دو تا سه تا بیافتن ازشون. خواهش میکنم یک کارت به من بدین، یک کارت به من بدین، یک دونه لطف کنیم. آپ اوه وقتی باشون مولا با ملایمت صحبت میکنیم، با ملایمت هم جوابمون میدن، ولی خب پرد کردن. کارتی بود که واقعا از پاکت جدا شد و پرد شد و حرف از خورشید و خورشید مثبت میزنه. دوستان مسائل دارن روشن میشن، خوشبختی، گرما داره به وجود میاد. دوستان توجه کنین، خورشید یکی از زیباترین کارت ها و آرکان های ماژور تاروت هست و در پشت ببینید دوستان مثلا دارن روشن میشن برای اینکه یک سری از شما عزیزان دل نگاه کنین. اینجا پشت این کارت کیمیاگر مثبت افتاده پشت کارت ها، حرف از این میزنه که شاید وارد دوره جدیدی از زندگیتون دارین میشین. به هر حال یک دوره جدید داره جلوی روی شما باز میشه و تمام امکانات لازم هست در زندگی شما که موفق بشید. من کارتا رو اینجا بذارم. حالا اینقدر تعریفشون کردم، خوشگلن و نمیدونم ماهن و بهبه و چهچه و بعد توی کادر نباشه. خب ببین چه خبر هست در کارتای دیگه، چه جزئیاتی بهمون میدن. امیدوارم که حال دل همتون خوبه، خوبه، خوب باشه عزیزان. خب آب 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 آب. نه نه نه، عجله نکنید لطفا، عجله نکنید. امشب دوست دارم یه خورده اینا رو بهشون صبوری یاد بدم، بردباری و صبوری یاد بدم. حالا امیدوارم حرفش زدیم حلال زده نباشه، کارتش در بیاد. دوستان ببینیم چه خبر است. حرف از هفت آتش میزنه. کارت بسیار زیبایی هست، نقاشی میگم دوستان، نه خود کارت هفت. ببینید یک سری از شما مسائل براتون روشن هستن، روشن هستن که بعد از یک نبرد به یک موفقیت دارین میرسین. اوکی، براتون روشن هست که من باید بجنگم، من باید به این نبرد ادامه بدم. برای یک سری هم که در یک شاید کشمکش با شخصی هستن، با شخصی موافق نیستن، یا اشخاصی عزیزان دل توجه کنید، ممکنه که به این زودی براشون راه حلی پیدا بشه و در پشت کارت ها بر شما فراوانی افتاده. اوکی؟ خب برای یک سری ها دوستان ممکنه که در مورد مسائل، ببینید وقتی که این کارت میفته برای من همیشه میگم که ممکنه که در مورد مسائل ارث و میراثی جنگ و دعوایی باشه و برای شما روشن هست که موفقیت از آن شماست و برای اون داریم نبرد میکنیم. حالا هر سوژه ممکنه باشه، ولی چون از اونجایی که اون کارت رو دیدم مجبورم که این حرف رو هم بزنم. خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه. کارت بعدی حرف از برگشت میزنه، برگشت مسئله به سمت شما. برای یک سریاتون برای برگشت عاطفیتون هست، دارین میجنگین، زمان برده یا زمان خواهد برد، به هر حال بخاطر که پشت کارت ها حرف از زمان میزنه و دارین میجنگین، میجنگین نه اینکه حالا با اون شخص میجنگه، یعنی که
استقامت میکنم و اینکه برای من روشن هست که من به اون عشقی که میخوام میرسم. برای یک سری شما دوستان همونجور که گفتم مسئله هست که در گذشته شما بوده، حالا حتما مسئله احساسی نیستش، که برای رسیدن به اون دارم چیکار میکنم؟ استقامت میکنم، از حقوق خودم دفاع میکنم. خب ببینیم چه خبر هست در کارت دیگه. کارت بعدی حرف از دوستی میزنه دوستان. حرف از ببینید دقیقا برای من این کارت، کارت مثل دو جام هست تقریبا، میشه بگیم هماهنگی که داره وارد زندگی میشه. اون این کارت هم یکی از بهترین کارت های اوشو زن تاروت هست و اینکه داره میگه که هماهنگی داره وارد زندگیتون میشه. بسیار زیبا، کارت ها تو حالا بسیار بسیار قشنگ بودن. حالا این کارت حرف از این میزنه که باید زحمت بکشیم. من با کسی موافق نیستم، با اشخاصی موافق نیستم و باهاشون دارم بحث و گفتگو میکنم و استقامت میکنم، ولی کارت منفی هم نیستش دوستان. اوکی بریم ببینیم که به هر حال همه چی، یک سری از ماها با تو زندگی همیشه بجنگیم، همیشه مبارزه کنیم، همیشه استقامت کنیم و بیشتر از اون چیزی که باید. خب هر کسی یه قسمتی داره. ما هم خب بعد از این کارت حرف از چهاره. ببینید دوستان اینجا حرف از این میزنه که حوصله سر رفتن. مسئله بوده که شاید زمانی در استاندبای بوده، مسئله بوده که هیچکس بهش دست نزده بوده. ببینید یک سری از شما دست به قلب دارین اینجا، پس مسئله بوده که حال و حوصله شما شاید سر رفته بوده در این مسئله که جلو نمیرفته، در مقابلش دارین استقامت میکنه، یا اینکه زمانی میگذره که شما نقشه هاتون رو کشیدین، اوکی خوب به این مسئله پرداختین و الان زمان اون رسیده که هماهنگی وارد زندگیتون بشه و موفقیت و بدرخشید. بسیار خوب دوستان، و اما بریم ببینیم که چه خبر هست در ابعاد مختلف زندگیمون. حالا میگم یه مرتبه تو سرتون آشوب میفته. نه 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 ببینیم چه خبر هست. خب من گفتم در سرتون آشوب میفته، ولی ببینیم در سر شما، ببینیم سکوت افتاده، سکوت افتاده، به درون خودتون هستین. یک سری از شما به فکر شاید تحصیل کردن هستین یا مطالعه بیشتر در مورد یک مسئله. سکوت میکنم، هر چیزی که هست، حتی این استقامت خودم رو در درون خودم نگه میدارم. توجه کنید دوستان، من همیشه توی فالها، اگر متوجه شده باشین، توی فالهای روزانه من یک رابطه خاصی با شما دارم، تو فالهای حالا عمومی کلی که میگیرم هم یه رابطه دیگه، یه جور دیگه هستش بنا بر اون مزغات. ببین من همیشه بهتون میگم که در این زمانی که میخواین دست به کاری بزنین، به هیچ کی نگین، دلیلی نداره. وقتی که ما حرفی رو میزنیم قبل از اینکه دست به عمل بزنیم، ببینید کائنات حالا انرژی هایی میفرستن، میگن دیوار موش داره، موش هم گوش داره. اوکی باید بزنیم واسه خودمون و در درون خودمون، خودمون کافی هستیم که بفهمیم میخوایم چه کار کنیم. به قول اینجا، یا وقتی که خوشبخت هستین روی پشتمونا نرین جار بزنین. دقیقا وقتی که میخوام کاری انجام بدم جار نمیزنم، در درون خودم نگه میدارم. پس یک سری از شما دارین فعلا فکر میکنین دوستان. در مورد مسائل احساسیتون دوستان، ببینین اون براتون کارت بسیار زیبای کیمیاگر افتاده و حرف از این میزنه که آره دارم قدرتمند میشم، واقعا وارد دوره جدی از زندگیم دارم میشم. دقیقا پشت کارت ها بهتون نشون داده بودم که کارت کیمیاگر هم پشت این کارت ها اینجا افتاده بود. برای یک سری ازتون واقعا اون چیزی رو که میخواین دارین به سمت خودتون میکشین، وارد دوره جدی از زندگیتون میشین و به اون قدرت خودتون اعتماد دارین. مثلا یک سریاتون اعتماد به نفس دارین میگیرین. ببینین اینجا ممکنه که انرژی خودتون باشه یا شخص مورد نظرتون باشه دوستان. و اما در مورد مسائل کاری چه خبر هست؟ ببین در مورد مسائل کاری چه خبر هست؟ اپ 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 اپ. در مورد مسائل کاری حالا یا میترسین از مسئله، میترسین از اینکه شاید خیانتی بهتون بشه، و یا اینکه میترسن به طور کلی مسئله پنهان هست و من از اون سر در نمیارم و حالا من میترسم. این ترس شما از اون جایی که شمشیر افتاده در ذهن شما هست. حالا اگر که به صورت واقعی ندیدین کسی بهتون خیانت کنه و چیزی ازتون قایم کنه، پس در سر شما ذهن شما هستش. اوکی
ببینیم که در کارت مسائل مالی چه خبر هست. در کارت مسائل مالی دوستان برای شما یک تغییر تحول بنیادی داره به وجود میاد برای یک سریاتون. اوکی؟ اون چیزی که بوده خراب میشه، یه چیز دیگه جاش میاد. یک عادتی در مورد مسائل مالی خراب میشه، حتما نه اینکه حالا من ورشکست میشم و کشتیم غرق میشه و این چیزا، نه دوستان. توجه کنید، یک چیزی رو من عوض میکنم به طور کامل و به طور ریشه دوستان. اوکی؟ و اما بریم ببینیم که چالش شما چی هست دوستان. چالش شما این هست که دست از خسیسی برداریم. این طرف قضیه هستش. طرف دیگه قضیه این هستش که از اون کامفورت زونتون، یعنی از اون جایی که من احساس امنیت و آرامش میکنم، مقداری تکون بخورم. یه وقتایی هست که من مثلا تو خونم، توی کاناپم اینقدر حالم خوبه و اینکه نمیخوام بیرون برم، نمیخوام دوستی رو ببینم، نمیخوام این خوری برم هوا عوض کنم، جای من خوب هستش، یه چای گرم جلوم هستش، اون چیزی که میگه کتاب دستم هستش، یا اینکه یه فیلمی دارم نگاه میکنم، بالاخره با تکانی بخوریم. این کارت حرف از شخصی میزنه که یا اینکه میترسه تکان بخوره، حالا حتما نه از خونه میگم، یا اینکه نظری که دارم مرغ یه پا داره، من لجباز هستم. و اما در مورد چیزی که کمکتون میکنه، شما عزیزان کسایی هستی که نمیخواییم ببازین، یک طرف مسئله هستش و اینکه مسائل جلو پیش خودتون حلاجی میکنین. به خاطر همین هست یک سری شما میترسین تکون بخونین، اینقدر که استخاره باید بزنین تا اینکه بخواین دست به عمل بزنین. و به چه سمت و سوی میرین دوستان؟ به چه سمت و سوی؟ واو، منیفیک. به سمت، ببینین دوستان، اینجا این دوتا کارت یکی هستن، یک هماهنگی و یک همرو. ببینین، هماهنگی، تعادل، همسویی، هارمونی، قرارداد، به هر حال مسائل بسیار زیبا هستن. ببینین، داریم آبهای متلاطم رو پشت سر میگذاریم و پیشرفت میکنیم، دور میشین از یک سری از مشکلات. خب عزیزان، با هم بریم ببینیم که در کارت ها خلاصه شون چی هست و بعد میرم سراغ کارت های احساسی. دوستان توجه کنید، برای یک سری از شما عزیزان دل روشن، مسائل روشن هستن. میدونین که موفق میشین بعد از یک نبرد، بعد از یک استقامت در مورد مسئله‌ای که شاید به گذشته شما مربوط هستش، مالی، احساسی، و میدونین که به اون هماهنگی میرسین بعد از زمانی که گذشته و در اون فکر کردم، تفکر کردم، حوصله‌ام هم سر رفته، هر کاری که باید انجام دادم و الان موقع اون رسیده که من به اون مسئله برسم. حداقل انگیزش رو دارم و مسائل برای من روشن هست که من موفق میشم. خیلی مهم هست که من مطمئن باشم، به خودم این اعتماد رو داشته باشم و این انرژی رو در کائنات بفرستم. کارت بعدی دوستان عزیزان دل توجه کنی، حرف از این میزنه که به فکر، در فکر هستم، یا اینکه متفکر هستم، در سکوتی هستم، یا اینکه میخوام بعد در مورد همه چیزی که من بهتون گفتم سکوت میکنم. برای یک سریام در سر دارین که شاید تحصیل رو شروع کنین. به هر حال در مورد مسائل احساسی برای شما شروعی دوباره افتاده، وارد دوره جدیدی داری میشین. حالا شروعی دوباره، وارد دوره جدیدی میشین، به خودتون مطمئن هستین، میدونین که همه عوامل در دست دارین که بخواین موفق بشین. در مورد مسائل کاری دوستان دارم میبینم که حالا یک سریاتون فرار داری میکنین، یه سریاتون میترسین، یه سریاتون هم فهم میکنین داره بهتون خیانتی میشه. هر کسی یک چیزی داره تو زندگیش. در مورد مسائل مالی هم یک چیزی داره عوض میشه به صورت رادیکال و به صورت اساسی و بنیادی. در مورد مسائل دوستان، چالش شما این هست که تکانی بخونم و سخاوتمندی داشته باشم و اینکه اینقدر نگم مرغ پا داره. اوکی؟ سر حرفم اینقدر بشینم و تکان نخورم. چیزی که کمکتون میکنه این هستش که شما افرادی نیستین که تسلیم شکست بشین. یکیش این طرف هستش و طرف دیگه این موضوع این هستش که من حلاجی میکنم مسئله رو، همینجوری بیگدار به آب نمیزنم و به سمت چی میرم؟ یک هماهنگی، یک تعادل، یک قرارداد، هر چیزی که دلم میخواد. خب دوستان، بریم ببینیم که کارت فرشتگان عشق چه حرفی رو برام میزنم. حرف
حرف از تعهد میزنم. ببین دو جام اینجا اینجا و حرف از تعهد میزنه. حالا مسائل احساسی شما داره بهتون میگه که به یک مرحله دیگه خواهد رسید. دو تا کارت دیگه برام افتاد، حرف از این میزنه که احساسات عاشقانه یا رومانتیک و اینکه بهتون میگه احساسات شما واقعی هستن و اینکه بهتون میگه که بیشتر و بهتر همدیگر رو بشناسید. در واقع با کارت کیمیاگر در اینجا، حالا برای یک سریاتون یک رابطه جدید داره به وجود میاد و برای یک سری از دیگه از شما دوستان رابطه‌ای که در اون بودین دارین جون میگیره دو مرتبه. خب بریم قسمت خنده دار فالمون. بریم قد مؤنث محترم چه خبر هست در سر و ضمیرش ناخودآگاهش. دوستان توجه کنین، باز هم توضیح میدم، قد مؤنث حتما خانما نیستن، اون افرادی که مسائل احساسی براشون از همه چیز مهمتر هست. اوکی، شخصی هست که میگه که من وفادار نیستم، خب، و اینکه من میخوام تو رو فراموش کنم و برم سراغ دیگران. خب چه بلای سرش در آورده قطب مذکر که همچون کاری میخواد انجام بده. شخصی هست بدبخت. بهتون گفتم چه بلای سرش در آورده، سریوسی جواب هم داد، گفت بدبختم و اینکه حالم بده و اینکه من همش گریه میکنم. اوکی، برای یک سریاتون واقعا باید همچه کاری کنین دوستان. ببینید انرژی هاتون رو باید عوض کنین. یک سریات در انرژی انتظار به سر میبرن و حالشون بد و بدتر میشه. همین که شما یه دیتی هم بخواییم برین دوستان، توجه کنین، باعث میشه که انرژی ها تعویض بشه. اوکی، انرژی انتظار رو از خودتون بندازیم اونور. دو تا کارت افتاد، یکی شخصی هست بسیار مغرور و اینکه میگه که من نمیخوام به سمت تو قدم بردارم، من بهش حق میدم، وقتی که اینجور حالش بده بچه الکی بیا بره خودشو دیگه کارپت کنه و فرش زمین کنه که بشه فرش قرمز قطب مذکر. این طرف دیگه میگه که من میخوام تو رو بردارم واسه خودم و با هیچ کس تقسیم نمیکنم و من حسودم و من به حسود اطرافیان رو حسادت میکنم. خب تمام انرژی های قطب مؤنث انرژی هایی بودن به هر حال پایین، با اینکه بهش حق میدم یه سری از مسائل رو، ولی خب انرژی هاش پایین هستن در واقع. اوکی، از جانبی نمیخواد تقسیم کنه شخصی احساسی چون نمیخواد باش حرف بزنه، ببخشید نمیخواد حرف بزنه باش. از جانب دیگه اگر ببینم پخ پخ پخت میکنم. اوکی، و اما قطب مذکر آقایون نیستن حتما، اشخاصی که مادیات وجهه اجتماعی مهمتر از مسائل احساسیشون هست واسه شون. شخصی هست منطقی و اینکه میگه که من همه چیز رو منطقی میبینم و من اصلا به علائم کائنات اعتقادی ندارم. و شخص بعدی میگه که من مخ تو رو به کار میبرم برای اینکه خودم راحت‌تر زندگی کنم، در واقع من از خودم خجالت میکشم. خب ببینیم کارت دیگه چه خبر هست. کارت بعدی حرف از شخصی میزنه فراری و اینکه میگه که من نمیخوام به تو فکر کنم و به این رابطه، من میخوام سعی کنم تو رو فراموش کنم. اوکی، اینم گفت. و شخصی هست گم و گیج و اینکه میگه که من نمیدونم چه کار کنم، من دوست دارم ناپدید بشم، الهی آمین. خب پس قطب مذکر هم در همون انرژی های زشت همیشگیش، زشت و کریه همیشگیش هستش. من منطقی هستم، مخت داره به کار میگیرم، از تو فرار میکنم، خودش از خودش فرار میکنه به خاطر که دیگه از قطب مؤنث خبری نداره. و اینکه پشتش حالا دیگه کنین و بنده خدا ته قلبش هم یه خورده معتقد هست به هر حال. اوکی، و اما بریم سراغ کارت های عزیزانی که در جدایی به سر میبرین، شخص احساسیتون چه میگه. دوستان این کارت ها رو هم باید کارت های جدید براتون بگیرم. خب ببینیم چه خبر هست. اولین کارتی حرفی که میزنه میگه که اینقدر خودتو احساس گناه به خودت نده و اینکه بهت میگه که میدونی من ممکنه هرگز بر نگردم. بعد کارت بعدی داستان ما به آخر رسید، کلاغ به خونش نرسید، حراجی شد دیگه. خب اگر که من تو رو ناامید کردم از تو معذرت خواهی میکنم،
من دوست دارم یک رابطه احساسی قوی رو زندگی کنم و من به اندازه یک کافی بهت نگفتم عشق من دوست دارم. خب اینم من تو رو ول میکنم میرم، ولی یک چاقوی گنده، خنجر گنده تو قلبت میزنم که من به اندازه کافی بهت نگفتم عشق من دوست دارم. اوکی، اینم از بلاحت های شخصی که از رابطه فرار کرد. خب دوستان عزیز، بریم ببینیم کائنان چه پیام برامون داره. حرف از آواز پرندگان میزن اینجا، توجه کنید. کائنات بهمون میگن که چشمات رو ببند و حس کن این آواز پرندگان که به سمت تو موج میزنه و میاد. بذار چشمان تو به سمت قلبت نگاه کنه و این عشق و این احساس خوب و شادی عمیق رو که پرندگان با تو تقسیم میکنن و که هر حسی از تو رو نوازش میکنه دریاب و از اون استقبال کن. کارت بسیار زیبای عزیز. و ما بریم ببینیم که فرشتگان مقربمون چه پیامی برام دارن. دوستان امشب مثل این که من به طور کلی مقداری همه چیز گمگیچ با گمگیچ درست دارم میکنم. اوکی ببینیم فرشتگان مقرب، یادم رفته دوستان میکروفون رو دوباره تایپ بذارم. فرشتگان مقرب دارن به تو میگن که چیزهای جدید برای تو. چشماتو بزرگ باز کن و گوشهاتو بزرگ باز کن برای اینکه یک چیز جدید برای تو هست. نگاه کن و دقت کن و مشاهده کن تغییرات ظریفی که دور و بر تو هست. من در حال یک آماده کردن سورپرایزی بسیار زیبا برای تو هستم، چیزی که حال تو رو خوب میکنه. من به حرفای تو گوش دادم و اینکه قصد دارم که به خواسته تو جواب بدم. بسیار زیبا. امیدوارم که همه عزیزان هر حاجتی که دارین حاجت روا بشین دوستان. و ما بریم ببینیم که عزیزان از دست رفته چه پیامی دارن. اوکی، خب عزیزان از دست رفته بهتون میگن که من به تو افتخار میکنم. اگر بدونی چقدر حال من خوب میشه و خوشنود میشم از اینکه با تو چند کلمه صحبت کنم. من واقعا خوشحال هستم که در زندگی تو بودم. امروز متوجه شدم بیشتر از همیشه اون هیبت روح تو و بزرگواری تو رو. مرسی از اینکه به من اجازه دادی که رهگذری در زندگی تو باشم. بسیار زیبا. روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. دوستان امشب من هم لامپو یادم رفت روشن کنم، همین که میکروفون یه مقدار یادم رفت بذارم، خلاصه میکسی از همه چیز شد، ولی خب با شادی کامل و با انرژی بسیار بسیار مثبت در کنار شما بودم. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.